روز گذشته به طور رسمی اعلام شد که کرونا اومیکرون به کشور وارد شده است. نوعی از کرونا که به گفته مقامات وزارت بهداشت قدرت سرایت آن سه تا پنج برابر بیشتر از دلتا است. ستاد ملی مقابله با کرونا شب گذشته جلسه فوق با حضور رئیس جمهوری تشکیل داد که در آن بر رعایت پروسکل های بهداشتی تاکید شد. اما خبری از وضع محدودیت های جدید نبود. این در حالی است که بسیاری از کشورهایی که اومیکرون در آن شیوع بالایی داشته است دوباره محدودیت ها را برگرداندند پیام تبرسی عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا میگوید برای مقابله با اومیکرون فقط 17 روز فرصت داریم و باید محدودیت ها دوباره اعمال شوند در این جلسه بر ضرورت استفاده از ماسک در معابر عمومی و میهمانی های خانوادگی تاکید شد و وزارت بهداشت هم اعلام کرد مردم هرچه زودتر مراحل سگانه تزریق واکسن خود را تکمیل کنند. در همین راستا این وزارتخانه فراخان داد که سنین بالای 18 سال برای تزریق دوز سوم اقدام کنند. در این جلسه مقرر شد از روز 29 آذر مراکز واکسیناسیون مانند های گذشته فعالیت خود را از سر بگیرند و رستوران ها و تالارهای پذیرایی پروتکل های بهداشتی را با دقت اجرا کنند در غیر این صورت تعطیل خواهند شد اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین بر تشدید مراقبت های اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک در مهمانی های خانوادگی و اماکن عمومی تاکید و از مردم درخواست کردند که فاصله گذاری اجتماعی را با حساسیت بیشتری رعایت کنند آنها توصیه کردند که لازم است شهروندان در روزهای منتهی به شب یلدا از تردد و تجمع در مراکز شلوغ و اجتماعات پرهیز کنند و در نهایت در این جلسه، وزارتخانه های کشور و بهداشت ملزم شدند محدودیت ورود مسافر از کشورهای آلوده را اعلام و تدابیر لازم را برای اطمینان از سلامت مسافران اتخاذ کنند.